صدا رفت، دوربین رفت، اکشن. صدای کانون، صدای سلام، خوش اومدین به صدای کانون. این اپیزود 22 پادکست صدای کانون کار کانون فیلمسازان مستقل یا ایفماست و در اوایل شهریوری منتشر میشه که 10 روز آخرش مثل هر سال با یاد مهسا ژینا امینی همراهه. دختر جوان کرد ایرانی که 25 شهریور 1401 بعد از درگیری و برخورد گشت ارشاد با او جان خودش رو از دست داد. اما با این فاجعه مسیری پیش روی مردم ناراضی و معترض ایران گشوده شد که هر احتیاطی رو برای اعلام این نارضایتی از جمهوری اسلامی کنار بذارن. با گرامی داشتن یاد و جان مهسا و هر جانباخته عزیز اعتراض‌های بعد از قتل او، این اپیزود رو با این توضیح شروع می‌کنم که عنوانش سینماگران زندانی و ربطش به دومین سالگرد خیزش زن زندگی آزادی هم کاملا روشنه. از امیر پوریا، نویسنده این پادکست و منتقد سینما، میخوام باب صحبت درباره این موضوع باز کنه. امیر سلام نسیم جان و مخاطبان صدای کانون. برای من واقعا باعث افتخاره که توی این اپیزود به خصوص با نزدیک شدن به سالگرد انقلاب مهسا، واقعا به باور من ارزشمندترین اتفاق مردمی تاریخ سیاه 4.5 دهه یا حاکمیت جمهوری اسلامی بر ایرانه، کنار تو کانون فیلمسازان مستقل ایران هستم که به درستی این کانون این شناخت از موقعیت لحظه و تاریخی شدن اون روزها داشت که درست بعد از شروع این خیزش اعلام موجودیت کرد. خب من بعدتر به شما و دوستان ایفما پیوستم دیگه، ولی این مجموعه انگار از همون موقع به درستی تشخیص داده بود که این حضور برای تبیین حس و درک عمیق مردم، من همیشه اینو تکرار میکنم، به ایرانی انسان و انسان ایرانی میگم که هر شب و روزش به شوق اتمام این حاکمیت میگذره، این حضور چقدر براش لازمه، چقدر در بیان دردها و دردسرها، بازداشتها، فشارها ایفما تلاش کرده در هر اتفاقی واکنش رسمی نشون بده و از اون طرف سینمای مستقلی رو نمایندگی کنه که هرچند به سخت ترین شکل ممکن، با کمترین امکانات و بودجه ممکن و حتی با کمترین کمیت ممکن، ولی همچنان در گوشه و کنار ایران به طور مخفیانه و در بیرون از ایران هم تولید و تداوم داره و ظاهرا همین میزان اندک هم تو گلوی حضرات خیلی گیر کرده. بعد از اپیزود 21 پادکست صدای کانون که موضوعش زنان زندانی در سینما بود، این بار در همون امتداد میریم به سراغ فیلمسازان و مستندسازان و سینماگرانی بپردازیم که انواع مختلف فشارهای امنیتی و قضایی با قاف و سادزاد رو تحمل کردن، بازجویی شدن، محاکمه و دستگیر و زندانی شدن. یه چیزی که در این زمینه به عنوان یه نکته فرعی که به نظرم کاملا پیوند خورده به اصل موضوع برای مهمه اینه، ببینیم ما به محض اینکه کسی از جمله فعال مدنی، یه کارشناس سیاسی، حالا مربوط به زمینه موضوعی این پادکست، یه دست‌اندرکار سینما، توی یه نوشته‌ای یا تو مصاحبه‌ای صریح از سیستم انتقاد میکنه، تا این انتقادش از اینی که مثلا یه چیز مربوط به گذشته بگه، حالا گذشته مثلا اینکه فقط به سانسور قبل از انقلاب اشاره کنه نیستا، منظورم اینه که بگه فلان سال بهمان دهه بعد از انقلاب 57 مثلا فیلم هم دچار ممیزی شد یا صدا و سیما به تولیدات هم فلان گیر رو داد، به محض اینکه انتقادش از گذشته فراتر بره، برسه به یه چیزی در زمان حال، یا از انتقاد تو هم با خواهش که مثلا یه ذره کمتر فیلمامونو سانسور کنید به اعتراض برسه، زیر سوال ببره یه بخشی از سازوکار نظامو، مردم چی میپرسن؟ درجا میگن این از ایران رفته؟ داره از ایران میره؟ یا مثلا میگن اینو نمیگیرن بابت این حرفاش؟ دارم سعی میکنم اینو بگم که دوگانه یا مهاجرت یا زندان به طور مداوم
پیش روی هر کسیه که ذهن مطالبه‌گر و زبان معترض داشته باشه. حالا وقتی این آدم یه هنرمند باشه، سینماگر باشه که حرفش بیشتر در معرض عموم بیان میشه، در نتیجه حتی اگه حرفی هم نزنه ولی بخواد عینیات رو توی کارش نشون بده، محدودیت‌ها دست و پاشو می‌بنده. اصلا ممکنه مثل جعفر پناهی یا محمد رسولوف گاهی بابت خود فعالیت فیلمسازیش اصلا محکوم بشه. نیازی نیست لزوماً حرف مخالف زده باشه. اون وقته که دیگه به طور جدی باید گفت زندان یا مهاجرت یه دوراهی مداوم پیش روی فیلمساز ایرانیه. یکی از فکرهای ما این بود که توی این قسمت از پادکست یه فهرستی ارائه بدیم از اسامی سینماگرانی که تو هر دوره یا به هر دلیلی زندانی جمهوری اسلامی شدن. ولی راستش دیدیم هر فهرستی تو این زمینه ممکنه ناقص از کار در بیاد. بس که طیف و نوبت‌های احضار یا بازداشت سینماگران گسترده بوده. یکی از اونا که حتما هر مخاطب صدای کانون رو میشناسه خانم مژگان ایلانلوه، مستندساز و فعال اجتماعی. چون خودش تو صحبت‌های صمیمانه‌اش با صدای کانون معرفی کاملی از خودش ارائه داده، من این بخش رو طولانیش نمی‌کنم. بشنویم از مژگان ایلانلو، مستندساز با سابقه و با سابقه زندانی شدن‌های چند باره. خب من مژگان ایلانلو هستم، مستندسازی که تقریباً تمام عمری که تا حالا داشتم دغدغه سیاست داشتم. سیاست از منظر من همون برابری طلبی بوده، برابری زن و مرد، سفید پوست و سیاه پوست، مهاجر و غیر مهاجر، روستایی و شهری و خلاصه هر نوعی که شما بتونید این رو در این قالب برابری بگنجونید. من از 19 سالگی سابقه بازجویی و احضار و حتی در سال 88 سابقه بازداشت داشتم در دادگاه انقلاب. اما دیگه در ماجرای مهسای عزیزمون، مهسای شهیدمون، دیگه خودتون میدونید که چه اتفاقاتی افتاد. چند روز پیش که آقای دکتر مدنی عزیز به مرخصی اومده بودند و من یه دیدار کوتاهی باشون داشتم، وقتی که توصیه کردم به من که مراقب باش دوباره زندان نیفتی، به شوخی بهشون گفتم که زندان رفتن برای کسی مثل من مثل گواهی ایزو میمونه. اگه نمی‌رفتم گواهی ایزومو نمی‌گرفتم. اگرچه که همینجا باید با تأکید بگم که من پرکاهیم نیستم در برابر زنان و مردان شگفت‌انگیز مقاوم و صبوری که سالهای بسیاری از عمر عزیزشون رو در پشت اون دیوارها بودن و اصلا خجالت می‌کشم در برابر اونها بگم که منم زندان رفتم. من ورودی کنکور سال 69-70 دانشگاه تهران هستم. رشته تاریخ دانشگاه تهران قبول شدم. اما خیلی خیلی زودتر از اون چیزی که تصور بشه از بحثا و درسای آکادمیک سرخورده شدم. با اینکه فوق لیسانسمو گرفتم و حتی دکتری هم قبول شدم، اما درس و دانشگاه آکادمیک رو رها کردم و انگار هیچ چیزی نمیتونست بیقراری من رو ارضا بکنه. تا اینکه بعد از تست کردن تقریبا کارها و فیلدهای متنوع و متضاد کاری و شغلی، با اینکه سینمای داستانی رو هم از 16 سالگی از انجمن سینمای جوانان کرج شروع کرده بودم و در یک مقطعی هم حتی در سالهای بعدترش با افراد سرشناس سینمای داستانی کار کردم و حتی ارتباط نزدیکی هم داشتم، اما همچنان روح بیقرارم دنبال یه جای دیگه‌ای میگشت که بتونه خودش رو در اونجا تثبیت بکنه. تا اینکه وارد دنیای مستندسازی شدم و دیگه آفتاب آمد دلیل آفتاب شد. اونقدر دنیای مستندسازی برام هیجان انگیز و معنا بخش بود که دیگه الان حدود 20 ساله که به جز مستند هیچ کار دیگه ای نکردم و وسوسه هیچ کاری هم نشدم. نه اینکه وسوسه نشم، اصلا انگار همه وسوسه های دیگه، همه جذابیت های دیگه، همه هیجانات دیگه در برابر اون چیزهایی که من در دنیای مستندسازی تجربه کردم خیلی سطح نازل تری دارن و برای همین
دلم میخواد که بقیه عمرم هم یک مستندساز خطاب بشم، اگرچه یک بخش جذاب دیگه هم الان هست که اون هم در همون فیلد مستندسازی میگنجه به نام مستندنگاری، یعنی یه جور کتاب نویسی که شما خاطراتت رو، نگاهت رو، جستارهایی که در همون حوزه مستند میگنجه رو میتونید مکتوب کنید، اینها رو در واقع به صورت کتاب در بیارید، پادکست در بیارید. این هم تازگی ها داره برام یه ذره جذاب میشه به عنوان یکی از وجوه جدید مستندسازی. من همیشه از اصطلاح سلوک مستند استفاده میکنم، به این معنا که وقتی شما دوچار مستند میشید، دوچار یعنی عاشق، این سعادت رو پیدا میکنید که به تعداد سوژه ها و آدم ها و مکان ها و جغرافیا هایی که وجود دارن و میتونن به عنوان سوژه جلوی دوربین شما قرار بگیرن و شما اونها رو روایت کنید، شما یه بار زندگی میکنید. سوژه های مستندی که تجربه زیستشون رو داشتید، یک تجربه ناب و اصیل و هیجان انگیز و معنابخش رو دوره کردید. در واقع اگه مزهش رو بچشید، اینقدر این روش پرشور و تعالی بخشه که دیگه امکان نداره سراغ مدلای فیک و مصنوعی سینما برید. من فکر میکنم یک جور حریم امن و تعالی بخشی داره که واقعا گفتنی نیست. حالا بگذاریم، اگه من بخوام از سینمای مستند حرف بزنم، اینقدر هیجان زده میشم که فقط جمله آخرمو بگم که همیشه میگفتم اگر سعدی زنده بود به جای همه اون همه دور جهان گشتن و اینها، میگفت که بچه هاتون رو فقط سینمای مستند ببرید فیلم ببینن تا دنیا دیده بشن، و همه توصیه میکرد مستند ببینید تا دنیا دیده شدید. میان به من میگن که دختر دنبال خوشی خودشه، تا کی میخواد این شهر اون شهر بگرده؟ چرا عروسش نمیکنی؟ چرا کی میخواد تشکیل خانواده بده؟ در محدودیت قانونی نیست، خیلی از قوانین غلط اصلاح میشه. واقعا خیلی دردناک بود که داشتم توی 24 سالگی چیزی که میتونستم تو بچگی داشته باشم و اولین بار میدیدم، و خیلی سخت بود. همه با هم یا همه تنها، بلا چاو بلا چاو بلا چاو چاو چاو، این همه زد بعد بیاد و زنا حذف بشه. ما که بیداریم تا فردا، آخرش زنجیر ظلم عالمگیر پیشکن با دستای ما. خب بعد از اون شروع حال مژگان ایلانلو در ستایش مستند، بخشایی از مستند معروف او هزاران زن رو شنیدیم. هزاران زن در آذر سال 1401 جایزه فستیوال فیلم حقوق بشر وین اتریش رو به خودش اختصاص داد. درست تو زمانی که مژگان ایلانلو در حمایت از مهسا و انتشار عکس بدون حجابش در جریان خیزش زن زندگی آزادی خودش در زندان بود. حالا ادامه ی حرفای خانم ایلانلو رو میشنویم که از زندان میگه و به این سوال جواب میده که دیدن زندانیان سیاسی و غیر سیاسی دیگه تا چه اندازه میتونه برای فیلم‌ها و کارها به یه مستندساز ایده بده. زندان برای من واقعا یه تجربه شگفت‌انگیز بود، یک تجربه تعالی بخش. البته که بگم من فقط حدود 5 ماه بودم و معلوم نیست اگر 5 سال هم بودم باز همین حس رو داشتم یا نه، ولی به هر حال روزی که بازداشت شدم فهمیدم که حالا اونجا هستم، و وقتی که حکم 10 سالم اومد دیگه رابطم با زندان رابطه یک زندانی موقتی که چند روز دیگه میره نبود، و خب عفو منم خیلی ناگهانی اتفاق افتاد و مدیون واقعا دوستان و همکاران عزیزم در سینما هستم که اگر نبود اصرار و تقلا و مبارزه و مجاهده اونها، من شامل حال عفو نمی شدم. بله ببینید، این ماجرای فرصت عجیبی رو برای من پدید آورد، انگار که یک دوربین فیلمسازی و یک ذهن روایتگر وارد یک قلعه مهرموم شده ای میشه که خیلی کنجکاوی برانگیزه. یادمه وقتی یه بار تو زندان قرچک با تلفنی با همسرم حرف میزدم، آقای رضا امیرخانی گوشی رو گرفت و گفتش که
می نویسی دیگه، همه رو می نویسی؟ گفتم بابا آقای امیرخانی اووردوز شدم اینقدر نوشتم. و الان بگم خدمتتون که من خاطرات این مدت رو نوشتم و چیزی نزدیک 500 صفحه شده. بله میتونم بگم که من با تمام اشیا، با تمام مکانها، با تمام کاشیها، سنگها، موکت، پتو، حتی مورچه هایی که کنار سلول انفرادی در واقع رفت و آمد میکردن، با همه بوها، صداها، آدمها، لحجه ها، اون چشمبند هایی که بهمون می زدن، اون لباسی که تنمون می کردن، مخصوصا وقتی چشمبند رو که می زدن شما واقعا حست مثل یک حس آدم نابینا می شه، حواست، بقیه حواست خیلی فعال می شن، ذهن هم به کمکشون میاد. من همه احساسات متناقضی که گریبانم رو می گرفت، احساس یأس، ناامیدی، قهرمان بودن، ضعیف بودن، ذلیل بودن، شکست، پیروزی، تمام اینها رو براشون سرفصل باز کردم و دربارهشون نوشتم. به عبارتی میتونم بگم زندان برای من یک محاکات درونی با خودم بود که خیلی هم برام شفابخش بود و یک مشاهدات روایتگرانه از موقعیت عجیبی که در اون قرار داده شده بودم. و هر کدومش هم یک فصل جداگانه داشت. ببینید من تو انفرادی، اینکه 40 روز شما رو در یک انفرادی بندازن که حالا معروف به انفرادی دوی الفه که یکی از مخوف‌ترین انفرادی های جمهوری اسلامی هست، یک جور شما محاکات داری، یک جور ارتباطات داری. وقتی شما رو، من رو در آوردم و انداختنم توی زندان قرچک که انگار انداختنم آخر دنیا. یادم من روزای اول که رفتم خب خیلی حالم بد بود، 24 ساعت اول توی قرچک اصلا هنگ کرده بودم. یادم گوشه حیات بزرگ زندان قرچک نشسته بودم و سرم رو گشته بودم رو زانوم، داشتم گریه میکردم. یکی از این خانومایی که از زندانیای قدیمی اونجا بود، یکی از افراد قدیمی مجاهدین بود که خیلی سال اونجا زندانی هست، اومد و یادم یه سیبی هم دستش بود، به یه حالت تشری به من گفت که پشت خودتو جمع جو کن، انداختنت میون خلق، بعد تو به جای اینکه بلند شی به اینا کمک کنی، اینا رو روایت کنی، خودت اینجا نشستی عین این سوسولا گریه میکنی، میگی منو ببرید اوین، منو ببرید اوین، پشت خودتو تکون بده. و این نهیبی که به من زد که پشت مردمتو بشناس، پشت دخترای جوان رو بشناس، واقعا مثل یک سیلی بود که انگار یه مربی تو گوشه یه آدمی میزنه که میگه پشو برو وسط میدون. و خب من خیلی خجالت کشیدم و پشدم رفتم وسط میدون و تا همه عمرم از حوری، همون خانم زندانی که گفتم، سپاسگزارم که واقعا یک نهیب بیدار کنندهی به من زد. یه توضیحی لازمه وقتی اینجور حرفا پیش میاد درباره تعالی بخشی زندان، یا اینطوری که خانم ایلانلو دارن میگن، حتی میشه گفت به رستگاری رسیدن در زندان. خیلی ها اینو حرفا رو بهش میگن عادی سازی یا سفید نمایی. میگن طرف داره میگه زندان خیلی هم خوبه، محل رشده. خب اینجا باید یه مکسی بکنیم، باید جهت حرف رو اشتباه نگیریم، یا نباید اشتباه بگیریم. اشاره به برداشتی که یه آدمی با ذهن جستجوگر از زندان داره، اشاره به ادامه داشتن مسیر مبارزه با ایستادگی بیشتره، نه احتمالاً تعریف کردن از زندان جمهوری اسلامی. ولی خب این اتهام رو میزنن دیگه. یادم توی فستیوال کن امسال ما هم سه قسمت ویژه داشتیم براش تو همین پادکست صدای کانون. یکی از مصاحبه های محمد رسولوف که بی بی سی فارسی باهاش انجام داده بود، مریم زهدی باهاش گفتگو کرده بود، یه بخشی داشت درباره نترسیدن فیلمسازا از زندان جمهوری اسلامی. اصلا بذار به جای اینکه تعریف کنم همون تیکه کوتاهو بشنویم به اتفاق شما. من فکر میکنم این فشارها تا یه دوره‌ای میتونه اتفاق بیفته، بعدش مثل نمونه های دیگه ای که همیشه دیدیم واقعا ناکارآمد میشه دیگه. انقدر این فشارها عادی میشه که دیگه کسی از این فشارها نمیترسه. بار اولی که ما رفتیم بازجویی فکر میکردیم که وای بازجویی چه چیزه، ولی بعد از اینکه تو بار رفتیم بازجویی دفعه سوم
اون بازجوییه دیگه، میریم و الان میایم دیگه. بار اول همه نگران بودیم که وای کی برمیگرده. یعنی میخوام بگم که اون چیزی که اونا به عنوان سلاح دارن ازش استفاده میکنن چیزی نمیگذره که برمیگرده به طرف خودشون. چنانچه هر بار که منو کردن زندان، من از زندان به خودم یه داستان آوردم. خب میبینین چیزی که داره بیان میشه اساسا در یه دامنه دیگری قرار میگیره، جداست از این بحث که بخوایم تظلم خواهی بکنیم و از سبوییت زندانبانان و قضات جمهوری اسلامی بگیم یا مثلا از اون طرف سفید نمایی کنیم. اینجا جهت حرف آقای رسولوف مثل چیزی که خانم ایلان لو داشت میگفت به این سمت میره که به بی‌حاصلی اون همه بگیر و به بندهای حکومت در مورد سینماگران معترض اشاره کنه. همونطور که بخش مهیب و غیر انسانی انجام وظیفه توسط هر مأمور حکومتی توی اپیزودهای مختلف فیلم شیطان وجود ندارد رسولوف نشون داده میشه، به ویژه تون اپیزود اولش دیگه که تا سرحد ارائه تصویر و روایتی از دیدگاه معروف ابتذال یا روزمرگی شر هانا آرنت پیش میره. و از اون طرف همونطور که این بخش اخیر حرفای مژگان ایلان لو هم با اشاره به دوباره برخواستن بعد از یأس و ترس تبعید، اونجایی که از زندان اوین به قرشک ورامین فرستاده شد، این بخش اخیر حرفاش با اون اشاره تموم میشه. یعنی هم داره به فشار و رنج زندان میپردازه، هم اهمیت مقاومت در برابر این ترس و فشار. رو راست من گاهی به خودم فکر میکنم سینماگرانی که زندانی شدن یا حتی احضار و بازجویی و اینا رو تحمل کردن هیچ وقت از کنشمندی و از کاری که کردند و باعث این اعمال فشار شد پشیمون نبودن. هیچ وقت نیومدم مثلا بگم وای ببینی اینا با ما چی کار کردن، ما که کاری بهشون نداشتیم، ما مظلوم واقع شدیم. به اصطلاح نقش قربانی رو هرگز به خودشون نگرفتن. مثلا جعفر پناهی در فیلماش معترض بود، با محکومیت و ممنوع‌الکاری هم باز کار کرد و برای همیشه به مبارز تبدیل شد. حالا در ادامه این اپیزود به خانمای سینماگری که درست همین خصلت مبارزه به عنوان عنصر ثابت تمام عمل کردشون چه قبل از زندان و چه بعدش قابل شناسایی و طبیعتاً بسیار قابل احترامه خواهم پرداخت. یکی دیگه از گیرهای افراد شکاک به مبارزه و مقاومت این زندانیان یا زندانیان سابق، یعنی تو هر دوتا مقطعشون، چه وقتی که زندانی بودن چه وقتی که بیرون از زندانن، اینه که میگن مثلا اینی که تو زندان مصاحبه کرد یا بیانیه داد پشتش به چی گرمه. حالا یه نمونه آشکار فشارهایی که بابت این مبارزه های توی زندان یا بعد از زندان بر سر سینماگران زندانی و به طور کلی زندانیان سیاسی نازل میشه رو توی بخش دیگری از حرفای خانم ایلان لو بشنویم. خب من بعد از یه مدتی که حالا زندان قرچک و اینها گذشت، من رو یه شب به خاطر حالا یه کارهایی که کردیم، شپشی که تو زندان افتاده بود، آزارها و تعرضهای جنسی که به دختران نوجوان کرده بودن و من اونجا از شورای امنیت ملی و معاونت زنان و قوه قضاییه و اینا اومدن، من با یکی دوتا بچه های دیگه از جمله ویدا ربانی و بقیه دوستان اومدیم اینا رو جمع جو کردیم، بردیم به اونها منتقل کردیم، بچه ها رو در واقع تهییج کردیم که بیایید برید حرفاتون رو بزنید و نترسید. خب شبونه به خاطر اینکه دیدم ما داریم اونجا لیدر بازی در میاریم، من و ویدا ربانی رو کتبسته بوردنمون دوباره انداختنمون توی اوین. حالا منو که انداختن انفرادی و فرداشم که ویدا رو آوردن. خب بعد که از انفرادی اوین دوباره اومدم بیرون و منو آوردن وارد بند اوین کردن، اصلا دیدم من اینجا به چه دنیایی اومدم. شما ببینید تمام لیدرها و سران احزاب و گروه‌های سیاسی و حالا تفکرات سیاسی، سلطنت طلبا، چپها، کمونیست‌ها، حقوق بشری‌ها، اصلاح طلب‌ها، بهایی‌ها، مجاهدین، همه اینها اسارهاشون اونجا در زندان حضور داشتن. همه اینها در واقع لیدرها و آدم‌های مهمشون وجود داشتن. خب ارتباط گرفتن با اینها، رفتار اینها، رصد کردن احوالات اینها، یک دنیای فوق العاده، یک تجربه فوق العاده ناب و بی‌نظیری رو برای من ساخت. صدای خانم مژگان ایلانلو مستندساز رو میشنیدید.
کمتر از یک سال پیش فیلم کافه در نوامبر 2023 تو فستیوال تسالونیکی یونان رونمایی شد. سازنده این فیلم نوید میهندوست تو پیامش به این فستیوال گفته بود: این صدای من، نوید میهندوست، نویسنده و کارگردان فیلم کافه است که از زندان اوین در تهران پایتخت ایران می شنوید. حکومتی که همکنون بر کشور من حکمرانی می کند مرا به خاطر برخی فیلم هایی که ساخته ام به زندان افکنده. البته من کمی خوششانس بودم که تا کنون زنده هستم، زیرا حدود 2 سال پیش یک شاعر و فیلمساز دیگر در همین زندان و به علت عدم رسیدگی به موقع پزشکی بر اثر کرونا درگذشت. اما در همین نمایش افتتاحیه فیلم این فیلمساز زندانی، خواهرش ندا میهندوست در یونان حاضر شده بود و به نمایندگی از برادرش در فستیوال تسالونیکی حضور داشت. ما در صدای کانون از ندا میهندوست خواستیم که از روند احضار و بازداشت و شرایط برادرش در زندان‌های جمهوری اسلامی برامون بگه. نوید در 13 آذر سال 98 زمان اعتراضات آبان در خانه کتاب دستگیر میشه. اون موقع تلفنش رو ازش میگیرن و بهش میگن که روز بعد مراجعه کنه که تلفنش رو تحویل بگیره، و بعد وقتی که مراجعه میکنه توسط وزارت اطلاعات دستگیر میشه و اون موقع 2 ماه در بند 209 زندان اوین زندانی میشه و بعد از 2 ماه با وثیقه 850 میلیونی به طور موقت آزاد میشه تا مراحل دادگاهش انجام بشه. در زمانی که نوید به قید وثیقه آزاد بوده شروع میکنه به ساختن یک فیلم زیرزمینی به اسم کافه که حدوداً 2 سالی طول میکشه. اون زمان وزارت اطلاعات از طریق بازجوش مرتباً باهاش در تماس بودن و ازش میخواستن به خانه‌های امن اونها مراجعه بکنه و درخواستی که ازش داشتن این بوده که با اونها همکاری بکنه و با خانم مسیح علی نژاد تماس بگیره برای ساختن یک فیلم مستند جدیدی، که خب نوید چون داشته اون موقع فیلمش رو میساخته و فیلمبرداری میکرده سعی میکنه که زمان بخره و هی این خواسته رو به تعویق بندازه تا فیلمش تموم بشه. زمانی که دیگه مطمئن میشه که پایان فیلم برداریش هست، به بازجوش اعلام میکنه که من حاضر به همکاری نیستم و اونها هم دیگه حکم رو میفرستن به اجرای احکام، که البته حکم به اجرای احکام رفته بوده ولیکن اونقدر پیگیر نبودن که بیان و دستگیرش بکنن. فقط اینکه اجرای احکام بهش احضاریه داده بود که بیا و مراجعه بکن که به زندان و خودتو معرفی بکن برای حکم 3 سالی که دادگاه بهش داده بوده. و بعد وقتی که نوید به بازجوش اعلام میکنه که حاضر به همکاری نیست، خب این احضاریه ها به سرعت اتفاق میفته و در نهایت دیگه احضاریه 3 که میاد در آگست پارسال بهش اعلام میشه که اگر خودشو معرفی نکنه وثیقه‌ش رو میذارن اجرا، و بعد باز حالا نوید آنن نمیره خودشو معرفی بکنه، یه مدت صبر میکنه و موقع بود که دیگه حساب بانکیش مسدود میشه و دیگه مجبور میشه که خودشو به زندان معرفی بکنه و دقیقاً 20 آگست سال 2023 مراجعه میکنه و از اون موقع تا الان در زندان هستش. حالا جالبیش اینه که این اتفاقات که افتاد، یعنی درخواست بازجوش برای همکاری و حالا قولی که بهش داده بودن که اگر با ما همکاری بکنیم ما سعی میکنیم جلوی اجرای حکمت رو بگیریم و ادعاشون این بوده که اصلا همه چی دست ماست، قاضی خیلی نقشی نداره و ما به راحتی میتونیم جلوی حکمت رو بگیریم، و خب این همکاری که اینا ازش از نوید میخواستن که با خانم علی نژاد تماس بگیره ما هیچ وقت نفهمیدیم که پشت ماجرا چی بوده. ولی جالبیش این بود که این همزمانی پیدا کرد با ماجرای افشای روبودن خانم علی نژاد در آمریکا توسط جمهوری اسلامی، که خب FBI تونست جلوش رو بگیره. و اتفاقا این خبر وقتی منتشر شد نوید با من که صحبت میکرد گفت پس دیگه از این به بعد مطمئنم که حکمم رو اجرا میکنم و من باید به زندان برگردم. این نکته جالبیه که فیلم کافه که نوید میهندوست سال 1400 ساخته بود و سال 1402 همونجوری که نسیم جان گفت همزمان با حضور او در زندان توی فستیوال تسالونیکی یونان اولین نمایشش بود،
دقیقاً درباره همین شرایط، یعنی درباره وضعیت یه فیلمسازه که دچار همین درد سراست. شخصیت اصلی فیلمش کارگردانیه که بابت اینکه بارها مشکلات امنیتی براش پیش آوردن دیگه فعلا فیلمسازی رو کنار گذاشته، یه کافه زده. ولی اونجا هم رهاش نمی‌کنن و مشکلات جدید و پیچیده‌ای براش به وجود میارن. اتفاقا یکی از چیزایی که خیلی جالبه توی فیلم کافه اینه که یک سال قبل از اعتراض‌های شهریور 1401 یه لحظه‌ای توش هست، یه موقعیتی هست که به مسخره بودن، قراردادی بودن فرض حجاب اجباری در محیط داخلی خونه، حتی در خلوت خانگی بین زن و مرد اشاره میکنه و خیلی فاصله گذاری جالبیه برای من، یعنی به همون شیوه فاصله گذاری برتولت برشت معروف که دختری مردی رو در واقع صدا میزنه به خونش و مرد میگه که به دلیل اینکه در سینمای بعد از انقلاب خیلی مسخره بوده همیشه نشون دادن خلوت بین زن و مرد، اما در ادبیات به دلیل تجسم خواننده میشه اینو حتی در ادبیات، در رمان‌ها، در داستان‌های کوتاه بعد از انقلاب 57 هم اینو داشت، یعنی توصیف کرد که مرد و زن در یک خلوت دو نفره بودند. به همین دلیل من ترجیح میدم تو بیای تو محیط عمومی که حجاب داشتنت به دلیل اینه که مثلا آمدی توی این کافه، این اشاره خیلی فاصله گذاران است. ولی در این حال میخوام به یک مستند قدیمی تر اشاره کنم که این تداوم اعتراض و فعالیت اجتماعی سیاسی فیلمسازان دربند در اون آشکاره و الان در سالگرد دوم زن زندگی آزادی نمونه خیلی خوبی از اینکه مسیر تلاش‌های زنان ایرانی از چه پیچ و خمای عبور کرد تا این دو سال به این ایستادگی‌ها رسید. سال 1392 بود بعد از احضار و دستگیری چندین مستندساز، در حالی که به نظر می‌آمد طبق رفتارهای رایج قاعدتاً باید همه‌شون به اصطلاح فتیله رو پایین می‌کشیدن تا فشارهای امنیتی یه جوری فروکش کنه، هفت خانم مستندساز فیلمی ساختن به اسم حرفه مستندساز که به باور من هنوز مستند منحصر به فردی در همون مسیر که از کردم. اینجا هم موضوع خود فیلمسازان و هر کدوم سیر و روندی از زندگی و محدودیت‌هاشون رو روایت می‌کنن که در کنار هم به وسعت تمام زمینه‌های مقاومت مدنی زنان و جامعه ایرانی که توی این دو سال بعد از شهریور 1401 می‌شناسیم گسترش پیدا می‌کنه. این شجاعت در حالیه که تمام این فیلمسازا در اون شرایط 11 12 سال پیش با همین دوگانه زندان یا مهاجرت مواجه بودن و اگه می‌خواستن دنبال راه سومی هم باشن یه چیزی مثل بیکاری یا نهایتاً همون کافه زدن پیش روشون بود. میخوام بگم اگه برخی تصور میکنیم که همه چیز از شهریور 1401 شروع شد، در واقع این نتیجه آگاهی اندکمونه. این تلاش ها خیلی قدمت داشته و به عنوان نمونه برخی از سازندگان فیلم حرفه مستندساز بعد از اون بازم زندانی شدند، به قید وثیقه آزاد شدند، برخی از ایران مهاجرت کردند، برخی باز درباره شرایط مردم در ایران بعد از انقلاب فیلم ساختن. اما نکته این بود که در خود همین فیلم حرفه مستندساز هم تردید در رفتن یا موندن رو با صداقت مطرح کرده بودن. ثبت اون راهپیمایی تو استرالیا برای من خطرناک نبود، اما ثبت این تظاهرات که 4 سال پیش تو تهران رخ داد برای من خطرناک بود. شما اگه عجله بودیکای میدون هفته تیر این ماندو فروش رد بشین، ردیف این مانکنهای زن میخواستم همه بدون سینه و چیز سرش نمیسوه. نخوان خوب اینا آبروی ماز، شما نمیتونی تصویر منفی از ایران ببری بگی توی. بعد با این عکس فیلمو ادامه میدادم و میگفتم توی خانواده پر جمعیت ما هر کسی به یه خواننده علاقه داشت. اما انقلاب شد. خوندن زنا و شنیدن صداشون ممنوع شد. خیلی هاشون ایران رو ترک کردن چون دیگه نمیتونستن بخونن. صدای بخشای مختلفی از فیلم حرفه مستندساز رو میشنیدید که ساخته 7 کارگردان مستقل ایرانی با سابقه دستگیری و ممنوعیت که در سال 92 ساخته شده. این فیلم از جایزه بهترین مستند بلند جشنواره آنلاین صدای زنان کالیفرنیا تا جایزه مستند برتر جشنواره ایرانیان در لندن موفقیت‌های جهانی فراوانی داشت. به ترتیب الفبایی، خانم‌ها سپیده ابتهی، شیرین برق‌نورد،
فیروز خسروانی، ناهید رضایی، سحر سلحشور، فرهناز شریفی و مینا کشاورز دلمشغولی‌های شخصی و حرفه‌ای خودشون رو در این فیلم روایت کردن که همونطور که امیر گفت میتونه همچنان مجموعه ای از تردیدها و دغدغه‌های هر فیلمساز ایرانی باشه که حاضر به سازش محض با سیستم و سانسور نیست. از ندا میهندوس، خواهر فیلمساز زندانی نوید میهندوس خواستیم از موضوعی برامون بگه که قبلا هم در این اپیزود ازش صحبت شد. اینکه چرا و چطور بازداشت فیلمسازان مثل برادرش مانع تداوم اعتراض و حتی تداوم کارشون نمیشه؟ چرا به اصطلاح کوتاه نمیان؟ خب اولش بند 4 زندان اوین بود و خب اونجا هم ساکت نبود، جلوی حالا یک سری بی‌عدالتی هایی که اتفاق می افتاد وای می استاد و حالا نمونش هم زمانی بود که یکی از همبندیاش متاسفانه دچار بیماری میشن و فوت میکنن که به خاطر عدم رسیدگی به موقع پزشکی این اتفاق میفته و نوید این خبر رو به من میگه و من هم منتشرش میکنم و بعد اون شروع میکنن تلفن های نوید رو قطع کردن و بعد هم میبرنش به انفرادی به صورت تنبیهی. زمانی که انفرادی بوده اعتصاب غذا میکنه که مدت انفرادیش هم 3 روز بوده و بعد من مطلع میشم باز از طریق همبندیاش که این اتفاق براش افتاده، خبرش رو منتشر میکردم و بعد از 3 روز میارنش بیرون و به بند 8 منتقلش میکنن که حالا اینا بندهای اوین هم خودش تقسیم بندی هایی داره که بند 4 خب بند بهتری هست و بند 8 حالت تنبیهی داره و از اون موقع دیگه در بند 8 هستش. ولی خب باز هم نوید در اونجا مرتبا خبرها رو سعی میکنه به بیرون از طریق من منتقل بکنه، دست از اعتراضاتش بر نمیداره. حالا مسئله دیگه که در مورد نوید وجود داره و من به عنوان خواهرش عضوی از خانواده فکر میکنم در حق نوید اجحاف شده، نقش خانه سینماست در مورد پرونده نوید. قبلا زمانی که نوید به قید وثیقه آزاد بود، زمان مدیریت آقای شاهسواری، ایشون خیلی تلاش میکنن و اجرای حکم نوید رو به تعویق بندازن، اما متاسفانه در زمان مدیریت جدید آقای اسکرپور ما خیلی تلاش کردیم، پدر من خودشون حضوراً رفتن پیششون، حتی نامه دادیم به خانه سینما، من اینجا با اعضای خانه سینما تماس گرفتم با اعضای هیئت مدیرشون و ازشون خواهش کردم که پرونده نوید رو پیگیری بکنن، کما اینکه رزومه خانه سینما نشون داده که قبلا در مورد سینماگرانی مثل آقای رسولوف، آقای جعفر پناهی وارد عمل شدن، بیانیه صادر کردن. حالا اینا به خاطر اعتباراتی که داشتن خواستن بر خودشون خانه سینما امتیاز بخره و این بلیت رو خرج بکنه نمیدونم، ولی در مورد نوید متاسفانه الان مدت 1 سالیه که در زندان بوده ما خیلی پیگیری کردیم و تنها جوابی که خانه سینما به ما داده این بوده که ما پیگیر هستیم. حالا از چه طریقی پیگیری میکنن؟ و متاسفانه هیچ گونه بیانیه‌ای در حمایت از نوید هم صادر نکردن و هیچ اقدام مشخصی انجام ندادن متاسفانه، که این واقعا مایه تأسفه. من کاملا آگاهم که خانه سینما یک ارگان صنفی به معنای واقعی نیست، به دلیل اینکه بودجهش رو مستقیم از وزارت ارشاد میگیره و ما خیلی هم توقع نداریم کار خاصی انجام بدن، ولی حداقل ادعایی که دارن که به عنوان یک صنف دارن فعالیت میکنن اون ادعا رو هم نتونستن عملی بکنن، حداقل در مورد نوید نتونستن این کار رو انجام بدن و کاری بکنن. بعد از حرفای ندا میهندوس، 2 روایت از زندان پایان بخش این قسمت پادکست ماست. اولی شاید به سینماگران زندانی بی ربط به نظر برسه، ولی هم یه نمونه تازه و مربوط به همین هفته های اخیره و هم نشون میده که شرایط هر زندانی سیاسی و امنیتی اگه اجازه روایت شدن پیدا کنه به چه فیلم های اثرگذار و آگاهی بخش منجر میشه
و چطور واقعیت شرایط زندان‌های جمهوری اسلامی و اصلاً وضعیت زندگی و روحیه جوانان و شهروندان درگیر این زندان‌ها رو نشون بده. سارا جهانی، دکتر داروساز و از فعالان حقوق زنان در استان گیلان، مرداد پارسال مدتی در بازداشت بود. ایشون به بیماری زمینه‌ای و به MS مبتلا است، ولی با این وجود 8 مرداد امسال یعنی 1403 دوباره برای تحمل دوران حبس بازداشت شد. این فایل صدا از تماس تلفنی دکتر سارا جهانی از همون زندان لاکان رشت ضبط شده. این تماس از زندان رشت و تماس گیرنده زندانی می باشد. شب قبل ربایش خیابانی هم توسط اطلاعات رشت با پدرم که حرف می زدم به سیاق دلداری های بیمعنای تمام این چند ماه گفتم مطمئن باش بابت بیماری هم مرا به زندان منتقل نمی کنند. حبس من برایشان تبعاتی دارد که نمیتوانند مسئولیتش را بپذیرند. اصلا برای همین هم آزادم گذاشتم که پرونده پزشکیم را پیگیری کنم. فردای به دوش کشیدن تابوت رفیق از دست رفتم، در هیاهوی کل کشیدن و گرداندن سینی حنابندان عروسی خیالیش، در حالی که عزادار فقدان عزیز جون قشنگم بودم، در خانه‌ای که همیشه میگفتم خانه امیدم شده، وقتی پس از تجربه دوباره بیپناهی در خیابانی که هیچ وقت مال من نشد، برخورد دوباره به قدهای هیکلی بیهویت با ریشهایی که از ماست بیرون زده و جدال با حراسم از چرایی انتقال به ساختمان اطلاعات، ماشین به سمت راست پیچید و بالاخره ورودی بند نسان لاکان نمایان شد. خنده هم گرفت به بی‌سرنوشتی در میانه تراژدی هایی که به شکل غیر هنرمندانی کمیک شدند. خندیدم. 4 ساعت در خط خون هیاهو کردم که نگویند برای اجرای حکم بازداشت شدم. دوباره زندان، تازه شدن دیدارهایی که انگار نه انگار ازشان 11 ماه گذشته، هیجان غم‌انگیز رفقایم پشت میله ها، تعریف کردن آخرین چیزهایی که خوانده بودم، شنیدن اینکه آنها هم فلانی ها را دیدند، دیدارشان فلان و به همان گل را برای بهتر کردن اوضاع زندان دادند، بغل گرفتن شریفه و حیرت از تراوش زندگی از تن ظریفش. بهشان گفتم دلم برایشان تنگ بود و فردا میروم، اما حواسم هست. آخر پزشکی قانونی با همدلی گفته بود فردا جوابم را میدهند که دادسرا ببرم و نباید نگران باشم. یاسمین را هم با همین فریب تا دادسرا کشانده بودند که با آن حال بد بازداشت کنند و پرونده پزشکیش را در روال بی پایان اداری بیاندازند. فردای آن روز آمد و رفت و روزهای بعدش هم. تا امروز که نزدیک 20 روز در زندان هستم، در مقابل 20 ماه و 20 سال البته که چیزی نیست. مشکل این بدن کم طاقت من شده که هر روز یاداوری می کند علیه خودش برخواسته. انگار می خواهد تنبیه هم کند که به ارزشمندی جانم اطمینان داشتم. به اینکه برای نجات زندگیم مرا به زندان نمی اندازد. چرا چهره رنگ پریده زهرا در پزشکی قانونی پیش چشمم نیامد که با آن فشار خون پایین و بدن دردآلود در بند رها؟ این تماس از زندان رشت و تماس گیرنده زندانی می باشد. طبیعیه که پیام صوتی سارا جهانی رو برای همرسانی تو این برنامه کمی خلاصه کرده بودیم، اما روایت دوم به طور اختصاصی برای صدای کانون خونده شده. صدای خانم مژگان ایلانلو مستندساز رو بشنوید از یک فصل همون روایت دوران زندانش که ازش حرف زد و در مجموع حدود 500 صفحه است. اینجا فقط برشی از اواخر فصل 13 این مستندنگاری رو میشنویم. قطره‌های باران از بالای چشم‌بند سر می‌خورد توی صورتم. تون تون راه می‌روم. حالا دیگر خیلی وقت است که مسیر را حفظ شدم. 14 قدم در 5 قدم، 14 قدم در 5 قدم، 14 قدم در 5 قدم. چند ایده درخشان به ذهنم می‌آید. باید همه را بنویسم. صدای آواز پرنده‌های از دور می‌آید. صدای خیابان و ماشین. 20 دقیقه خیلی زود تمام می‌شود. فکر میکنم که باید پتوی سبز را تا بزنم و مثل صفحه دفتر مشقی که پر شده و ورق میخورد از سمت جدید پتو شروع به نوشتن کنم. به سلول برگردانده میشوم.
سرخوشانه، نمناک و پر انرژی. از صورتی باران خورده و خیس، زانو میزنم روی زمین. دستم را از دریچه بیرون میبرم. زن کلید میاندازد و دستبند را باز میکند. فلفور چشمبند را بر میدارم. پتوهایم را بردند. هم پتوی زرد، هم پتوی سبز. هر دو را بردند. به جایش دو پتوی قهوه‌ای و توصی زشت آوردند. میزنم زیر گریه، گریه، گریه. زن از پشت آیفون میگوید چت شده؟ میگویم اقلا یه رنگ سبز میووردی یه رنگ زرد. میگوید همه مدل دیوونه اینجا دیده بودیم، ولی تو دیگه نوبری. 20 روز تو رو انداختن توی انفرادی، بعد برای رنگ پتو گریه میکنی. تو دیگه کی هستی؟ خدا شفاعت بده. لج میکنم، از سرما لرزم گرفته، اما روی این پتوهای غریبه و زشت نمی نشینم. کز میکنم روی موکت زب و فکر میکنم به پتوی سبزم که لابد همین ساعتها او را با انبوهی از پتوهای غریبه و بویناک انداختن درون یک ماشین لباسشوی غول پیکر و آب داغ و پودر و وایتکس با حد اکثر فشار تمام داستانها و نوشته هایم را میشورد و میبرد داخل جویی که به چاه فاضلاب اوین ختم میشود. حس و حال مدیر کتابخانه المتنبی بغداد را دارم در حمله هولاکو خان مغول. وقتی مغولان کتابها را به رودخانه انداختند، نوشتند دجله آن روز سرخ شد از انبوه جوهر کتابهایی که بر آب روان می رفت. مشماها خش خش صدا می کنند. 7 ثانیه. زن دستش را داخل می کند. چادر و مقنعه و مانتوی متعفن را می دهد و می گوید 31. حاضر شو، باید بری بازجویی. بعد از بخشی از مستندنگاری مژگان ایلانلو، فیلمساز دارای سابقه زندان، برای اینکه به سینمای مستقل ادای دین دوباره کرده باشیم، بخش‌های دیگه‌ای از فیلم حرفه مستندساز رو بشنویم که چکیده‌ای از تمام مشکلات این سینما و فیلمسازانش بیش از 10 سال پیش در اون بازگو شده بود. می‌دونستم هر جای دنیا مشکلات خودشو داره. ولی با دیدن جوانای اونجا فکر می‌کردم اونام برای هر تصمیمی که تو زندگیشون میگیرن، برای شیوه زندگیشون باید انقدر جواب پس بدن. اونام رفتن از کشورشون همیشه یه گوشه ذهنشونه. اما من نمیدونم، آدم از سرطان معده تموم کنه بیشتر درد داره یا از گلوله تو دل و رودش تو انقلابی که آرزوش بود. نبض این شهر برای من توی اتوبان جلوی خونم و دیوارهای زندان روبروم که اجازه ندارم ازش تصویر بگیرم میزنه. پشت این پنجره سایه های محو و مخلوطی از آدم هایی رو تصور میکنم که پشت اون دیوارها زندانی هست. بدون اینکه بدونم، قسمت آخر و تیتراژ فیلم رو حذف کردن و فیلم در مجموعه برای جشن 30 سالگی انقلاب توی شهر پخش شد. این ماجرا مدت‌ها خیلی حالمو بد کرد. این قسمت آخر اون فیلمه. چی بخونم خانم؟ گوش بخونم. برای کوچه شب هنگام وحشت، کمک کن با تن هم پل بسازیم. کمک کن سایه دونی از پرانه، برای خواب ابریشم بسازیم. میگن کار آدم مثل بچه آدم میمونه، اما به نظرم خیلی حرف بی ربطیه. یکی از دوستام داشت از سال تولد بچه‌هاش حرف می‌زد. دو تا از بچه‌هاش همسن دو تا از فیلمای من بودن، اما هیچ کس تا به حال به دوستم نگفته که بچه‌هاشو قایم کنه یا دماغشون رو ببره. برامون خیلی مهمه که این پادکست رو به هر ایرانی علاقه من به فرهنگ، هنر و آزادی بیان و فکر پیشنهاد کنید.
نظرتون رو تو شبکه های اجتماعی و صفحه ایفما در اینستاگرام، یوتیوب یا کست باکس با ما در میون بذارین، یا اینکه بهمون ایمیل بزنین به آدرس podcast@ifma.net. اجازه میخوام که اینجا همکاران این پادکست رو معرفی بکنم: کامران ملک مطیعی تهیه کننده و سردبیر صدای کانون، امیر پوریا نویسنده این برنامه، سمیه حق نگهدار سازنده تیزر، و من نسیم معصومی مجری این برنامه بودم. یک یادآوری هم اینجا بکنم که از این به بعد آخرین جمعه هر ماه، ماه میلادی البته، پادکست صدای کانون در صفحات ایفما در شبکه‌های اجتماعی منتشر میشه. یعنی قرار بعدیمون با شما جمعه 27 سپتامبر یا همون 6 مهر 1403 هستش. مرسی که همراه ما بودین، مرسی که صدای کانون رو شنیدین.